پورا پات نه لګی دل څو پر هغه نبی د بار خپل او ماته راغلې نه وي کله خپل او ماته د بار روغ له خلکو ته به پات ولګی دل د امتحان واجی نه مونږ غیب شوی دا غي واجا نو اوس مو تاسو ګران چختن مو تاسو ګران جنان هم نه ډیر وخت کی غیب شوی دی مولای ول سوا اتات یا کول شول څو مونږ غیب شوی دی دغه عمر کې څو مولا غیب شوی دی امامانو ډیر زیات شد و مت سره دغه غیبات بیان کړی دی هر یو امام پیغمبر اکرم نوانې ساتی ولسم امام پورې هر یو امام د غیبات باندې روشنایي چې ولیدی څه خرید ولسم به غیب کیږي او داسې به غیب کیږي څهغه غیبات به دویم ډیر توله نشي اول البته د امام دوه غیبات وه یوه ته یې غیبت صغرا نه یوه ته یې غیبت کبرا نه هسه دینه اګاه یودي باندې زه تاسو وخت نه ځای کوم وخت ډیر مختصر دی د غیبت کبرا مو مقصد و مراد دی څه دغه ټایم کې امام اوس رئیس سره رابطه هم نشته دی غیبت صغرا کې وه رابطه وه ا څلور نیبانو کنه هغوی په ذریعه امام صاحب مو رابطه کېده هغوی نه به مو علمي مسایعنې هغه وخت کې کوم شی وو هغوی به علمي مسالو پوښتنه کوله امام نه بې جواب ته راوړلو اما اوس چې خصوصي نایب نشته د مولا څه هغه نایب خاص وي نایب خاص لیاره بند شوله نیابت عام لیاره خلاصه دی خو نایب خاص نشته څه مخصوص یو فرد وي څه هغه امام طرف نه نایب وي نه داسې څوک نشته دی امام دسې غیبات غیبت کبرا نه یی امام علیه الصلاة والسلام ای مسترګو نه پناه شوی البته څنګه غیب دی دغه ځای کې ډېره زیاته ضروري دی عزیزان ګرامي ما ډېر قدردانو ښه غار وکوي اکثر نیمو مؤمنان دغه ځای کې اشتباه کوي غلطي کوي نعوذ بالله امام غیبت دسې ګڼي لکه امام وش ونشته دی نه امام غیب دی یعنی ظاهر نه دی نه څه موجود نه دی امام امام موجود دی اما ایمو نظر کې د نرسی مولا باندې درود و سلام په نیت غلام سلام بس ایمو دغه ځای کې ذهني وی اشتباه و جنا ایمو زندگی باندې ډیر اثر پریوته دی ایمو ذهن کې دغه اشتباه راغلی دی سو شو امام لکه نور امامان لوړل دنیا نه شو امامان اوزو بلا نشته دی دغه دنیا کې سګل غیب دی خوش و نشته دی کنه نه نه اوزو بلا د سینه دی امام موجود دی اند ایمو تاسو ماز کې د مولا زندگی کوي بهجت بزرگوار خال په مطابق اطلال عظمه بهجت رحمت الله علیه سدی رازی معرفت خدای اوج نمو باندې رحم وکا هغه عظیم شخصیت دی چې امام ظهور لپاره ډېرې دعاوانې کوي ویلې سه امام غیبات دار کې ډېره سخته زندگی تیروي امام کله بیابانو کې کله غرونو کې زندگی کوي امام ظهور لپاره ډېر اشد سره ډېره زیاته دعا کوي امام په خپله یایي اکثر دعا به فرج نه ایمو فرج لپاره ډېره زیاته دعا کوي چې ایمو ظهور وشي ویلې سه دغه ایمو فرج ایمو ظهور تاسو اسانته لپاره دی عزیزانی گرامی لحاظه دغا ایو شبه ذهن کی بودی نشی چه امام وش و غیب شو ششتانه نه امام موجود ده امام شتا ده خو ما دسته ده نظر کی نرسی شپیگه مالو دی خکولی روغنده سره ده امام غیبت ولا طریقه خیلی امام ده سیی چه امام علیه صلی اللہ سلام موجود ده تا سماز کی هر حج مسلم کی مالو رسی والله ان هذا صاحب هذا الامر لا يحذر الموسم كل سنه يرى الناس ويعرفهم خغار البند او ده حدیث باند ويرونه ولا يعرفونه اس امام هر حج موسم کی رسی امام علیہ السلام حج کی هر چو کسی ہمیں بیجندی ہمیں کسی چون سه حج دلار دی امام هم ولی دل همی او بیشندن اما حجیان امام کسی خو بیشندی نه صداد مو مولا ده دادی مو چختانی کسی نظیر ارمان پریوزی امام جسم موجود ده اما بیجندی نه صداد مو مولا ده بل حدیث کی مولا ده سی فرمایش کهی چه در حقیقت امام علیه صلات و سلام پا مثال ده حضرت یوسف علیه السلام ده حضرت یوسف نبی خپل وړونو نه غیب شولو کنه خپل امت نه غیب شولو بادشاهی مصر وګرځیدلو عزیزی مصر وګرځیدلو خو عزیزی مصر کې څه کله خپل وړونه ویرغل وړونه خو لیدلو خو کنه خو یوسف پیژندلو نه
حضرت یوسف علیہ السلام معرفات نو ورتا وگر نستر گو سرائی لیدلو سان دا حضرت یوسف علیہ السلام پیجندلو نا یہ سدہ امام مثال ہم اندہ شانتے دے امام بخال دیر کسی اندہ واجہ دے سیو حدیث تیس کلمالو ظہورو کی دیر خال بوئی سواد خمو لیدلو اما پیجندلی نو امام دیر خال کسی اندہ دنیا کی زندگی کی اما پیجندوی نا خدایا متعدس استرگی راکی سسترگی مباکی امام معرفات والا استرگی راکی سب بیجندل تخات مکی روشی عزیزان اگرامی دائم وڑا گانده که مقدمه مارس که اصل مقصد مدعو سده بالاخره مولمون غیب ویلی ده ده حکماتی چه ده فلسفه سده واجه سده ما ویلی دو مرتولانی غیبات الورد دی دو حکمتونه دو فلسفه دو شو فلسفه ده غزی که بیان کدایشی یو خدا ده سه مولا غیب ویلیش ولو امام غیب ویلیش ولو دی حقیقی راز بمتعلق سرگان شیست کنه مولا ظهور وکی صبر مولا نه دره کنه لکه عرض مکرلو نور و پیغمبرانو سکل غیب شوال او را پوری با باتا نلگی دا اومد دا صبر مولا پخبلا نبی پخبلا را غلی نوی سکل راغل راس باتا باتا ولگی دا شپیگا مولایی سده امام غیبات دست دلگ حضرت حضر و حضرت موسی علیه السلام واقعی حضرت موسی علیه السلام تا دا حضرت حضر اگو درو کارونو سهم کشته کی خود سواکده دا یو بچای خاتل کرلو اوغا دیوال بغیر حجرات جوړ کرلو اگو باتا او را پوری و تنه لگی دا سپر حضرت حضر نجودا نوشه سگلا جدا شولو ورتا پاتا ولگی دا اس متبه هم دا غیبات اصل حقیقت راز الا پاتا ولگی گی سگلا مولا روشی خو البتا دا غیبات طولنی شپنی سو وجهات دی سه دومره طولنی ویلی شولو دومره وگد ویلی شولو حضرت اغ دور کی حضرت امام باقر علیہ افضل الصلاة والسلام تیو کاس رو لگو تے اید سے مولا ایمو پلار اندی انتظار کی مرش ولو ست تو سو حکومت بکلا رسی تو سو مولا بو ظہور کلا کئی ننو اشو زیم سپنگیرش ولو سار مسپنش ولو گیرم سپنش پا نن زیارا ونیو مولا خیر رتوائی سے کلب داغ ظہور کی کلب احل بیت داغ دا طول دنیا حکومت و سلطنت لاست ویرسی امام دو تیز دیر بیڑه دکھائی و دا گوچنگی با بیڑه نکو مولا سپنگی ریش بلو اندخ عمر انتظار کی سپنگی ریش بلو مولا دو تیز اگا دار روان دے خو تو لنی دے غیبات اگا مواخری دولسام سکل دویم غیبات تلوڑ شی دم رب تلنی شی دم رب تلنی شی دا غر روایہ جملہ زلو باندی ولی کوئی ملی سا اصل حداف مقصد من داد اس لغور رو باندی و کوئی دم رب تلنی شی دم رب تلنی شی سا دیر خال بوئی سا ما تا وشما مر شوی دے امام نوز بلن دیر خال بوئی سا نصر امام پیدا نوشه دیر خال بوئی سا لکا مولا امیر المومنین حدیث دست دے سا مولا امیر المومنین حدیث کی سنا دیر خال بدئی سا نا مال اللہ فی آل رسول اللہ حاجتن وشوا خدای تعالی رسول کی سا حاجات و احتیاج نشو پات نعوذ باللہ دا سخت ترین دور دے دا غیبات لنشونا عزیزان اگرامی وا وجہ یو حکمات وا فلسفہ دا غدے ازگت لنشولو ازگت مرت لنشولو سا دا مولا اخیری مولا دا خدای زهیره ده دا خدای زهیره ستاله ده مو ایوال سیمامان اس را چه وکرن ایوال سیمامان اطول اخبال مار باندی یو امامانه دلو اطول شهید آشوان کدول اسام روشی ندول اسام شهیده بی مولا امام حسین تا کوفیانو چمر خطو نوالی کن اطل زر خطو نوالی کن اما مغا حسین سو کوفی تا روانو کوفی تی بریان خللو شهر تیاوارید نکرلو کربلا کی مظلوم شهید کرلو نشو داد آخری زخیرات خدای سر دا او را پوری نزهیره ی عزیزان اگرامی سو پر زوت تیار نوشوی سو پر زوت زڑنا حقیقی مهدویات مترغلی نوی کزوت زڑنا کفیان وو او را پوری مولو نرسی ای وا واجه داده سه امام تولنی و غیبات تولنی کی دوم را تولنی شوالو واجه داده سه دا آخری زخیره ده دیکی خدای رزق نشی خسته از زانی گرامید و ایم واجه و واجه داده ده سه دا دیر مهمه ده دیر زیاده مهمه ده بس زندی بانده تمام هم کام
هغه دغه څه امام ځکه غل غیبت دومره تله نه شولو څه خدای غواړي د غیبت ذره ما دانه امتحان واخلي چونکې دا د خدای شیوه دی. خدای څه کله حضرت آدم علیه السلام پیدا وکړلو که نه خدای اغ زمانې نه دغه سنت جری شولو څه زه به انسانو نه امتحان خلام هرې ذرې سره بې خلام نو ما دانه امام غیبت په ذرې خدای امتحان خلی دغه د امتحان دور دی. عزیزانی گرامی ښه سوچ وکړو ښه فکر وکړو دغه امتحان کې فعل نشو ډیر قدم قدم سره سوچ کوو یوه یوې لحظې کې سوچ کوو څه دغه امتحان کې مو خدای فعل نه کړي. مولا امیر المؤمنین داسې فرمایش کوي څه کله اخیری مولا څه کله غیب شي هغه ټایم کې به د هر چا امتحان واخیستی شي هر مخلوق به امتحان شي څه کله مولا نشته دی تاسو د بیا دین سره څه کوئ تاسو د دغه مولا لاره پرېږدوئ که مولا لارې باندې قایم یوئ سوچ مده ورنو مولا امام کاظم علیه الله فتحیته والاکرام د دسې فرمایش کې اذا فقد الخامس من ولد سابع فالله فالله فی ادیانکم. مولا دی ای څه کله امام پنځم زوای غیبت ته لاړلو بیا تاسو ته خدای وي تاسو ته خدای وي څه دین غم وکوئ د جملې ته م سوچته وړم تاسو ته خدای وي تاسو ته خدای څه دین غم وکوئ ویلې څه دغه امتحان وخت شروع شولو سخترین امتحان دی. لا یزلنکم احد عنها چوک مې د دین نه ورسته نه کی دین در نه زایل نه کی دین در نه چوک وانخلی. عزیزانی ګرامي نن سبا معاشرې کې د موږ تاسو په خپلو سترګو نه کسو څه دین د ورځې په ورځې وسته کیږي موږ په خپلو سترګو نه کسو څه ډېر جوانانو نه نوستیو کې دین لاړلو ډېر نه معاشرې کې دین لاړلو ډېر سپینګیرو نه دین لاړلو. نن سبا معاشرې کې سخت ترین د امتحان دور دی. امام علیه الصلاة والسلام در روایت دی څه کله ظهور څومره نږدې کیږي مغوره به امتحان شدید کیږي حتی پنځم مولا د داسې یي څه لا یکونو وره پورې به ظهور نه کیږي حتی تغربلو ثم تغربلو ثم تغربلو وره پورې به ظهور نه کیږي څو پورې څه تاسې غربیل نه وشوي بیا غربیل نه وشوي بیا غربیل نه وشوي حتی یبقا صفقه من الصبغ حتی څه دومره پورې غربیل شوي څه صاف سترا مؤمنان پاتې شي نوره ټوله تال شي امتحان کې کامیاب شونې پاره څوار لس معصومینو باندې ګلان سروا عزیزانی ګرامي دا د امتحان دور دی دا د امتحان وخت دی دومره پورې سخت امتحان ویش بیګه مولا دغې جملې نه تاسو اندازه ولګوئ څه مخام مؤمن به سوي کافر راپڅیږي سوي مؤمن به مخامه کافر خونې ته واپس راځي نه دغه دور کې دغه د غیبات دور کې څه خدای مونه امتحان خلي دغه وخت کې کوشش او محنت او کوس امتحان کې فعل نه شو محنت منداوی څو کوس امتحان کې فعل نه شو بس اندی سره خپل رئیس تمام کوم هغه دغه سازنی ګرامي ځکه کوشش او محنت دغه کوس کوم څه اهل بیت اطهار علیهم السلام لیاری را تخیلی دیگر و لیار نجدانش یعنی با الفاظ دیگر وضعه الفاظو که بوایم اهل بیت لمن پرینک دو قرآن لمن پرینک دو دخیل لیاری نوان غریبو پس اندقه امتحان که بس سوالی بهترین طریقه آتی بس بل واجه و فلسفه سی امام غیر بده اگه از زنگرمی انده مو توسو واجه ده چون که معاشره که ظلم و ستم زیاده مولا امیر المومنین دسی فرمایش که وعلمو ان الارض لا تخلو من حجت الله ده یاد ستوی ده غزمه که خدای حجت نخلی نشی پته گیده خام خواب خدای حجت وی هر دیر که بوی ولیکن الله سیعم خلقه انها خلی که نیو وقت به دستی رسی سخبل حجات خدای بخال کو نا غیب کی تنا پت بی کی ویلی سواجه ده مولا بخبلی به ظلمهم و جورهم دغه امام غیبات بل سواجه نه نده ده خال کو ظلم واجه نه ده معاشره کی زیتی واجه نه امام غیب ده که معاشره تو پر ظلم و جور نکی ده نو را پوری معاشره نده تیار اغ ظهور والا وقتا
ایمو تاسو حقسار کنسپت دغه جوړ شوی دی څخه ډیر ظلم زیات شي بیا به مولا رسی هغه ظلم به ختمی عدل انصاف برولی ای چا په ذریع برولی معجزه به کوي بیا معجزه کربلا کې ویلی نکوله نه عزیزان گرامی دغه ظلم و جبریات که ختمی امام ما و تا په ذریع به ختمی سو پرس زو تو نئی تیار شی زو تو نئی و آمده شی یورا پوری مولا ظهور نکی یورا پوری بده مولا غیبت طولنی کی نه پس در حقیقت ده امام غیبت طولنی شوالی اصل سبب آنده ظهور توشی یو کانسته ده مدرسه دیر بهترین و طلبه و کن که سبق ویلا ده واقعا معتبر و کتابونو که ده مرغلی دیگه دیر زیاد عشق و مولا سر دیر امینه و دیر محبت و اگه داغا وقتلو سو داغا سترگی مولا نورانی جبین بانی منواری کی خام و خام مولا زیارت نشرفیاب شی دیر کشش بی کولو دیر روشی ستلی دیر عبادتو نکوال تحجود علموزی نکز کولو امام دو پار علموز نیوالو وای نکز کولو مسجد جمکران تا هر بود شپیت للو شبا بی تیر آلا دیده پار سمولا زیارت و تنصیب شی خغار ورباندی او که سوپر اس مشری کی ظلم و جبر شتا دی او رپور مولا ظهور نکی دونی دی او رپور دی مولا غیبت ختم دونی ندی مولا غیبت بتولنی کی ای ساخری چه وکڑل علوم غریبات لاس و چالو چلی شروع کرلی نجایز کم علوم دیده من جایزی کمی لاری دیده طرف تا هم لڑلو دیده پارس مولا زیارات و تنصیب شی بیایا و تنشو نصیب بلاخره ایو طرف نه خوب که و تغاق وشپلو که تغاری سمالا سر ملکات وکی بلنگی شهر تلوڑ شا یه زراغ للو سکلخ شهر که سرگردان سر ده سچی ده با مالا سر ملو شو بیا یواری ارباندی خوب که غاق وشو که غاری مالا سر ملو شی بیا بلنگی دکاندار تلوڑ شا سبی تیم که دکاندار سرگی نه مالا سبا دکاندار در اتلو نیده دکاندار سر مولا ملاقات که اونی ده تا با مولا وکسی مولا زیارت باگی ایسی گلا در تلویل مراغل لوغ دکاندار ده سترگی وغدوالی دکاندار سر اکی نستلو سترگی ده گره ای و سپین ساری خزر غلالا زده خزر غلالا لاز که سر ایو کلپ ده دکاندار تا دی ایسی زبخبل و اکی وایم هنسو که ایسی دکاندار تا دی ایسی دقیقا درو رو پیو که مانا وخلا ما تا درو رو پیو احتیاج دی دقیقا کلب دا خرصوان بزار که دی چوک نخلی نه ایوی رو پی نزیادی چوک نه نخلی هر چوک ایوی رو پی که مات لگوالی دی ایسی کلا اگه دکاندار کلب تستر یه وقت والی ورد والی رویر والی سو کلب خو تیک تاک دی سالیم دی ایسی نه د دې کلب قیمت خو اته روپۍ دی خو زه یې د نوو روپیو کې خلم یوار پې ځان ته وګټم دوره حق زه ولرم سه یوې روپۍ ګټه زه خپله وکوم ایسې کله دا خبره یې وکړل هغه سپین ساري په ځان وډر شه سه ما خیال کړم ما سې د مسخره کوي د هېڅ نه زه د تیم څه په درویو رو نه واخله ته د ونې په تکو نه زه ظلم ویلې وکوم زیاتی ویلې وکوم د دې اجر اته روپۍ دی خو یوار پې زه ځان ته ګټم اته روپیو کې خرڅېږي دغه اووه روپیو کې زه تانه خلم ایسی کلا اگه کلا بی زاری خزی نوو خستلو اگه نباد ای اگه طالبیلم دکان که نوستو کنه مولا موجود بود مولا اگه دکان دو اگه طالبیلم دسترگی داو کلالی زمان ملاقات دو پار علوم و غریبا و ضرورت نیش داده شهر پر شهر گرزیده لی ضرورت نیش داده که غاری زمان ملاقات دو تا پخبلا را شام ندسی ظلم حکا دخ دکاندار پا شانت جوڑ شا ظلم لدزان وسطا معاشره که انصاف راولا عدل راولا چونکه دا مولا هدف عدل و انصاف ده مولا سو رسی دید پار رسی سو معاشره که عدل و انصاف راولا ربی کریم ربی عظیم ربی رحم نازنین سترگو گرسامی ربی کریم خدا ربی کریم مون مولا سو رزی و مرزی و گرسالی ربی کریم د سکور نه مواسطه سواج نه مولا من خفاشی ربی کریم د احکام د خپل لطف و کرم نه زیل وگرځوالی کی بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر الله صلی علی محمد و علی محمد اللهم صلی علی اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى
شبهای شبانیان شیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله كما هو اهله والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء باحمد وفي الارضين بابي القاسم محمد وعلى اله الاطيبين الاطهرين المنتجبين سيما علي امير المؤمنين وصديقه الطاهره فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حججك على عبادك ومنائك على في بلادك فصاصة عبادك اما بعد فقد قال الله في كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه بر محمد اهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم ازان گرامی دویم خطبی کی یوری بیا خبر دیر گناہگار وجود دا اغنا با توسو متکی پرزگار خدا پرست مومنان تا دا تقوی نصیحات کوام یقیناً پروردگار خبر وصول سمتا پر خلی دی سا غزر ایسرم و بہترین زندگی کواش و وصول نماد تقوی ہم دنیا خکلی دے ہم آخرہ خکلی دے نن تین شعبان المعظم ده نن د اخچا ولادت فریزه ده زغه د مؤمنان و زړونو ټندک ده مؤمنان و زړونو که خوشحالیږي نام حسین سره خوشحالیږي اغه عظیم حسین سر رسول الله نونی سا جبرائیل و خدای پوری هار چابو دغه قصیده ویلی دی اغه عظیم حسین نن ولادت فریزه ده تو سوا ټول مؤمنانو ته بالخصوص بالاخص مولا ته مولا صاحب العصر والزمان ته ډیر زیات مبارک و تبریک وی نن ډیره د خوشحالۍ ورېځه ده شپږ مولا قول په مطابق شیعتنا خلق من فاضل دینتنا ایمو شیعه ایمو ایزه فی خارنا خلق شوی دی اندا وجه ده سکله ایمو زړونو ته خوشحالۍ میلو شي دویا خوشحالیږي کله مو غمجن شو دی یا غمجن کیږي نو نن د ډېره د خوشحالۍ او ډېر عظیم ورېځه دی هغه عظیم حسین سر رسول الله باندې ډېر ګران و هغه حسین څه رسول الله خپل اولو باندې سپور کړی و مدینې چلو کې ګرځولو یو صاحب ورباندې راغلو د عید څه څومره ښکلې روغه سواری ده یا حسین د تا اما رسول الله دی ای صاحب د سی ویلې نه چې څومره خپل روح سوار دی یا رسول الله د څو سواری نه زیات سواری لري رخ کولی دی ډیر زیات امینا و رسول الله حسین سره د څه وړه خبره نه دی چې المنځ کې رسول الله سجدی کې سار ټیټ حسین المنځ کې المنځ حالات کې سجدی حالات کې د رسول الله ولو باندې سپور شي بیا رسول الله هغې سجدې ته دومره طول ویل کی طول ویل کی څه خلک ارتنګ شوه پښتنه یوه تله لمنځه نه ورسته سي یا رسول الله دومره طولني سجده ویلې وه رسول الله یې سمولو باندې حسین سپار و هغه عظیم حسین سره رسول الله خطبه ویر کوله ممبر رسول باندې افروز ممبر و رسول الله ممبر باندې ناست و اما حسین مسجد نبوی ته داخل شولو حسین وړا جوبا چولی وا وړو کی خبای جوبې کی خاخش با حسین ولوی دلو یا نو حسین مسجد کې الوی دلا پیغمبر اکرم منبر پرې خلو شریعت ولا مسائل پرې خل منډ منډ سره حسین را خوستل ټینګ حسین کوته را خوستلو منبر کې ځان سره کېنولو د حسین فضایل شروع کړل ایوہ الناس هذا الحسین فعرفوه اخس اخل کو دغه حسین دی خی او بجندوی پیغمبر اکرم سرا عبی بن کعب هم ناسته ایسی یمن وڑو که حسین ارنواتل حسین مغاسی دا پینزو کالو
اسکله حسین ارنواتلو سلام وکړلو وړې شب سره رسول الله باندې سلام وکړلو رسول الله سلام خوستون آباد دی مرحبا بکا یا با عبد الله یا زین السماوات والارضی مرحبای ستړې ماشی او با عبد الله د زمکو او اسمان او زینت حسین یا خدا خبره است زمکو و اسمان و زینت حسین دغه خبره عبی بن کعب ته نشوه حل حیران شولو عبی بن کعب ته چې یا رسول الله کیف یکون زین السماوات والارض احد غیرک یا رسول الله تان علاوه بل څوک څنګه د زمکو و اسمان زینت جوړیدای شي زمکو و اسمان و زینت خو فقط ته تان علاوه بل څوک څنګه جوړیدای شي دغه خبره او تحال نشوه سو حسین تی څنګه ویل سره د زمکو اسمان او زینات حسین دی اما رسول الله دی سو الذی بعثنی بالحق نبیا ما زاد باندې قسم دی چې زه بر حق نبی جوړ کړی یم ما خدای باندې قسم یم چې ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منه فی الارض سو حسین د زمکی کی کوم دی دین زیات وټ اسمانو کې دی کریم پروردگار خوشنو دے پارا حسین ابن علی باندی بلان صلوات دسمکو کے حسین فضیلات تمرا ندے بیان شوی سمرا حسین اسمانو کی غٹ دے سمرا حسین اسمانو کی عظیم دے با فضیلات دے اغن آبادو تیز خباری زس کله معراج ته لاړلو معراج کې ونه مکتوب علی یمین العرش ان الحسین مصباح الهدى والسفینه النجا وامام غیر وفخر وعز یس د عرش خی طرف ته دغه جمله خدای لیکلی دی عرش خی سیر ته خدای دغه لیکلی دی س بشکا د هدایت چراغ حسین دی بشکا د نجات کشتی حسین دی دا حدیث تو سواندی حدا پوری ردلی اما دا بعد کی جملی هم ورگشتا اغنی بعد ایسا و امام غیرین و دا غیرتمند و امام حسین دی امام دا غیرتمند و امام دی و امام و عزن و امام دا عزتمند و امام دی مولا حسین دا عزتمند و امام دی و فخرین و دا طول کائنات فخر امام حسین دی تو صرف دغی خبر باندې اعتراض کوي چې زین السماوات والا رزین نموته ویل حسین دی نه زیات وچات دی ځکه شپږم مولانا روایت دی دغه حدیث شیخ جعفر شوستری خصائص الحسین کې لیکلی دی ډیر معتبر کتاب دی مشیع خصائص الحسین سے شیخ جعفر شوستری بزرگوار لیکلی دی شپږم مولای کلو نصفن النجا ما ټوله د نجات کشته یو بے شک ټول اهل بیت نجات کشته اما ولکین السفینه جدی الحسین اوسا وفی اللجج البحار اسرع ډیر درنده جمله ده ما ټوله د نجات کشته یو اما دما نکاح حسین دسې نجات کشتی ده صدا د ډیر زر نجات رسای او د ډیر وسی کشته ده انده خواجه ده سو حسین زیارت اندوان آرسی مسیح آرسی هار چوک حسین واجی نرای حق ترسی نجات که بیامن دیا حسین واجه ده حسین سبا ده عزیزان گرامی عرض مکرلو امام دا عزت دا عزتمند دا امام ده کربلا نورست دا غدفا مفهومه کربلا نه بعد و مفهومه دنیا کې پرشان شول هر چا توضیح شول چې عزت مساوی د حسین سره حسین نما یعنی عزت حسینیت یعنی عزت سو چوک هم حسینیت لیاری باندې دی هغوی ځان دپاره عزت زندگی پیدا کړي دی هغوی څه کله ذلت زندگی نشي خستلی هغوی مرګ قبلوی شي هغوی سر کټوی شي اما ذلت لاندې نشي راتللی د حسین تاریخ کربلا کې ثابت کړل سو کربلا کې مولا سید الشهدا اخ شاعر قول په مطابق سر داد نه دا دست در دست یزید ساره ویر کړلو خو لاس د یزید لاس کې نه ویر کړلو څه ذلت قبول کړي ذلت نه کو قبول واقعا
کربلا کی توحید حسین زندہ ہو، واقعاً کربلا کی عزت حسین زندہ کو، واقعاً کربلا کے حسین خلق و عزت مند زندگی و خیر ہے۔ ہات من ذلہ ذلات حسین نہ ڈیر اور یاد ذلات حسینیان نہ ڈیر اور یاد حسینیات لیاری باندھی سو چوک دی او ذلات نشی برداشت کا او ذلات نہ اور یاد او یار مشاد پر عزت فل یار اپ نو کڑی دے عزیزانی گرامی یو ریزی باندھی سر رسول اللہ سره اندغه وڑو کې حسین دے د بنزو کولو د بچپن د حسین د بچپن حدیثونه اوللو اس مولا حسین رسول الله سره کوت کې نوسته مولا امیر المؤمنین هم مخ نوسته رسول الله بار بار چیری چیری سترګې حسین ته ورې یوا سترګې حسین ته وړوي هغه نه بعد خبرې چې سره کې بیا حسین ته سترګې غړې حسین صفوي مچی کوي اس مولا امیر المؤمنین پختنه تناوکل یا رسول الله مخیل حسین ډیر ته باندې کروم ده حسین سره د ډیر امینه ده حسین سره د ډیر محبت ده رسول الله جمله ډیر عجیب ده رسول الله دی کیف الله احبه وهو عزم من عزائی زب حسین سره څنګه مینه نکوم دا د مزون حصہ ده دا د معزان یو وز د زب حسین سره څنګه مینه نه کوم حسین به څنګه سره به محبت نه کوم بس رسول الله دی حدیث را ثابت کړل سچوک هم راه رسول باندې وی او مجبور دی سو حسین سره به مینه کوي حسین سره به محبت کوي حسین سره به عشق کوي هغه نه بعد مولا امیر المؤمنین البته دغه حدیث یو خپل یو معنا دی خپل عظمت دی خلکو د خیال لپاره مولا امیر المؤمنین او دی یا رسول الله دا را توایت سره مصره د ډیره مینه دی که حسین سره د ډیره مینه دی اس یو خدا د جمله حسین مواسی وړو کې د بنزو کول حسین اس یو ری وړي شب اسرا گویاش ولو دی د یا بچا رسول الله یا جواب نو ور کړي وړو کې حسین د مخ شو دی یا بتا من کان علا شرفا کان حب الى النبی و اقرب الیه بمنزله دی اس مگرانه بابا ایدی جواب زدیر کام مگرانه بابا سو چا هم فضیلت زیاد رسول نال بانده به مغا زیاد کرانش سو چا هم زیاد خویست را نگده دی اغانی به هم رسول الله بانده به هم مغا گرانی بس یو اولو که حسین متعیوا قیده و پلیار و کلاس او د دنیا خلکو یاد ستوی سکا چیری چوک هم با فضیلت دی مغر رسول خود سر مقرب دی ایچا فضیلتون زیوت دی مغر خود و رسول سر نگده دی از اکه خر رسول الله بینی دی سسره و که اطولو که نگده ترین محبوب ترین کس ما تعالی دی و خزو کی نگده ترین هستی ما تارمن الزهرا سلام الله علیها دی بس رسول الله باندې ټولو کې زیات ګران دي بس دغه ټولو کې زیات با فضیلت دي بس دغه معیار وړه حسین ویر کړو دنیا ته عزیزانی ګرامی دغه عظیم حسین کومې او بهلو سره وکسي ډیر عظیم دی ډیر بلند دی مولا حسین که شجاعت میدان کې وکسي نه پیغمبر اکرم د دسی دوه صفتونه حسین مونه خستی دي مانه ایرس کی مندلی دی یو سخاوات یو شجاعت در رسول الله شجاعت با متعلق یو آڑا ہونده که جمله تا تمایم مولا امیر المومنین مرد میدان حیدر کرار داده سی فرمایش که ایسی کلا جنگو کی مو بندی سختی راغ لی مو با رسول الله لمنی ترت للو اگر شجاعترین رسول الله دی ایس مانه حسین شجاعت خسته دی مانه حسین سخاوات خسته دی عظیم سخی مولا دوم عظیم سخی مولا سوال که اون که دروغ للو یبن رسول الله پینز سو درهم و رد ضرورت ده ویلی کرز داریو مولا حسین و دیس لمن آنی سلمن کی زر دیناره و تاو چوال یو بلکه سرال للو مسجد نبوی کی خلیفه سوم نی سوال وکللو سو مشکل کیام او دې څه کچیر غوړي څه سخاوات دار ته لوړ شي نه اشاره یو ته وکړه حسین طرف ته دغه خونه د سخاوات خونه دی هغه را
مولای امام حسین څه کوم څه ضرورت هغه په ډبل یا ویر کړل زندګۍ پورې یا ویر کړل هر څه یې ویر کړل هغه نه بعد څه کله روان وو بیا ما کاست نه پښتنه کې څه څومره د بیا مندل وتې د څه سخي خونې ته لاړو څه چی ضرورت وار چې مر به هم مندل نن دا حسین عظیم ډیر کریم حسین دی حسین عظیم نه خپل خپل براخي واخلو یو سوال باندې وکړو سنن ایدی مولا حسین تو عظمت بزرگی کسامی سنن متعیدی دی مولا ظهور شکل کی راکی ویم بیڈی بیڈی سر واقع دیر مختصر دی مناسباتی البته دیری دی خوز دیر مختصر دیم کی خپل رئیس تمام کن تو سو تباده دی ازان اگرامی عرض مقرل و مولا امام حسین متا دا عزت زندگی درس را کرده دی متا هیت سکلا مولا امام حسین او دغه ثابت کړی دی چې ضلعه طرف ته نشو تللی شیعي څه کله ضلع طرف ته نشي تللی هرمشه طرف ته هرمش به د عزت زندګي لټوي تاسو در باندې د اسلام آباد کې کانفرنس وشولو څهغه کانفرنس کې ډېرې نازیبا الفاظو سره څه د توهینې صحابه په نامې یو بل منظور شونې مضموم کوششونه څکه هغوی کوي هغه زل زل کی شو سخترین و بدترین توهین آوشوالو خو ډیر افسوس خبره ده سو حسینیات سرا تاریخ ثابت تکلی ده یزید حسین سرا و جنگی دلو نین یزید زیاده و گرزیده حسینیات سرا تاریخ کی چوک جنگی دلی ده اغز زلات مندلی ده اغز زلیل شوی ده خو نیو خبر دغه تکفیری سوچ ولا البته دغه زه دغه منبر نه او دغه ذمهدار ځان اعلان وکړم څه اهل سنت یې موړونه وو یې موړونه دي یې موړونه به وي اهل سنت سره یې مروري دی موته خپلو مراجعو دغه حکم دی هغوی موته دغه فتوا دی مو باندې دغه حکم یې موته را کړی دی نه فقط هغوی ته وړونه بلکې هغوی ته خپل نفسونو نه وایي وایي هغه یې مو خپل نفسونه دي مو یو اسلام یو دین پیروکاریو یو قرآن پیروکاریو یو توحید منو خو البته تکفیری سوچ والا بیگا هم ذلیلو نن هم ذلیل دی نه به دوی د خپلو ارادو کې کامیاب شو تل عمره به دوی سې ذلت کې وي حسینیت زنده باد حسینیت زنده باد یزیدیت مرده باد یزیدیت مرده باد نعره حیدری در حقیقت دغه څه توهینې صحابه او بیس کې صرف دغه لباده یې چې ولیدې خو مقصد یې دا نه دی مقصد یې دغه دی اصل هدف او مقصد یې دا دی څه خپل بلار یزید صاف کړي دوی اصل هدف دا دی څه بني امیه او ځنه کسانو ته د صحابه او لباس ور واچوي مغز یې من واچي نه هغوی په خلاف څوک خبرې ونه کړي بیا صرف دغه دپاره یو ټرین یې جوړ کړی دی یو اراده یې کړې نه دغه مسلسل بیل باندې بل بیل بیل باندې بل بیل دینه مخکې البته توهینې صحابه والی یو بیل پاس شوی دی صدریک والا به کید وي وغیره اوس عمر بر کید والا بیل یې پاس کولی بر مظلوم کوششونه دي خو انشاءالله پاره چنار دغه مجمع برپور دغه بیل هم زمات کوي او کسانو هم زمات کوي افسوس مقام دغه دی څه د حکومت وزیر مذهبي امور هم ورکی دی هغه سرپرستی کې د دهشتګرد دهشتګردانه حملی کوي دهشتګردانه الفاظ استعمالوي ډیر زیات افسوس دی حکومتي ادارې چېرته وي څه دغه ځای کې فعال نه کیږي ډیر افسوس خبره ده د کشیا یو مملي غوندې کې خبرې وکړي حساسې درې ټول هر ځای کې اکټیو کیږي فعالې کیږي شیاو ګرفتاری شروع کیږي اما اسلام آباد د پاکستان مرکز کې دهشتګردو دهشتګردانه حملې وکړلې وړو وړو خبرو باندې ایشو یې جوړه کړل حتی یوه ترانه سلام فرمندې باندې صدق باندې موبایل لګو څومره زور یې ډېر کړی دی دغه یوه ترانه د سلام فرمندې دغه دومره زیات زور ډېر کړلو که د دې صاحب مولا ظهور وکړي څومره زور به ډېر کړي نارا
دغه جمع اجتماع نه مود هم دغه بیل برپور مسترد کو برپور مزامات کو هم هغه اجتماع برپور مزامات کو دعا کو پروردگارا ربی کریمہ ربی عظیمہ ربی رحیمہ ہما تو بزرگ ہے کہ سامی ربی کریمہ خدایا ناست جامی کی چہار قسم تا مشکلاتی مولا امام حسین اگر حلال مشکلات وگر زوالے کی ربی کریمہ ربی عظیمہ ربی کریمہ دا قوم مشکلات آسان وگر زوالے کی ربی کریمہ ربی عظیمہ ربی رحیمہ خدایا قوم تہارے و مشکل سے بھی خیئی مشکلی آسان وگر زوالے کی ربی کریمہ شیا قوم سر خرو سر بلند وگر زوالے کی چوک سہم تا بادی ردی لری بادی ردو کی ناکام وگر زوالے کی تنیس تو نامراد وگر زوالے کی دمو فیڈریشن نائب صدر مور ابھی مور دے ربی کریمہ ربی عظیمہ تو تک سام دو حسین عظیمی مور از نظر سے ہاتھ و تنصیب وگر زوالے کی شفا جیل و تم رحمات وگر زوالے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على